سلام، به یه ویدیو دیگه از صفحه 333 خوش اومدین. روزهای شکوفایی ریپل از راه رسیدن. امروز میخواییم وارد دنیای ریپل بشیم، در مورد شرایط فعلی این قول پرداخت بلاکچینی بگیم و فعالیت‌های مثبت اخیرش رو بررسی کنیم. پس با ما تا آخر این ویدیو همراه باشین. ریپل یک پلتفرم و یک ارز دیجیتاله. شهرت و محبوبیت اون هم بیشتر به خاطر شبکه پرداخت دیجیتالشه. پلتفرم این پروژه متن بازه و هدف طراحی اون اینه که تراکنش ها سریعتر و ارزونتر انجام بشن. این پروژه در واقع یک سیستم تبادل اطلاعاته که یکی از وظایفش فراهم کردن انتقالات مالی و ارزهای مختلف برای مؤسسات مالی، بانک ها و کاربرهاست. این ارزها میتونن ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و لایت کوین یا ارزهای رسمی دولت‌های مختلف مثل دلار و یورو باشن. مهمترین مزیت ریپل هم اینه که هزینه‌ها و خطرات مربوط به انتقالات بین‌المللی رو خیلی پایین میاره. همین موضوع محبوبیت ریپل رو خیلی بیشتر کرده. شرکت ریپل محصولات زیادی رو برای بانک‌ها و مؤسسات مالی ارائه می‌کنه و اونا هم از این محصولات استفاده می‌کنن. از جمله این محصولات میشه ایکس کارنت، ایکس ویا و ایکس رپید رو اسم برد. این سه مورد محصولات اصلی این شرکتن و با اسم ریپل نت شناخته میشن. ایکس کارنت باعث میشه که همه ارزها، نه فقط ارزهای رمزنگاری، تراکنش‌های آنی و پرداخت‌های سریع داشته باشند. ایکس رپید مشکلات نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات مالی رو برطرف میکنه، به این صورت که پول فیات یا همون ارزهای فیات مثل دلار رو به ارز دیجیتال XRP تبدیل میکنه و بعد از اینکه به گیرنده مورد نظر انتقال داده شدن توی بانک مقصد به پول مورد نیاز تبدیل میشن. اینجوری هیچ احتیاجی به یک بانک واسطه یا تامین کننده برای نقدینگی نیست و بانک مبدأ میتونه بدون نیاز به این دوتا تراکنش رو انجام بده. محصول سوم یعنی ایکس ویا هم در واقع یک واسطه کاربری طراحی شده است که استفاده از دو محصول قبل یعنی ایکس کارنت و ایکس رپید رو خیلی آسان‌تر می‌کنه. قبل از ادامه ویدیو ازتون می‌خوام که حتماً به کانال ما سابسکرایب و زنگوله رو لمس کنین تا از آپلود ویدیوهای بعدی ما با خبر بشین. با ما هنوز همراه باشین چون می‌خوایم تفاوت ریپل و XRP رو بهتون بگیم و بعد در مورد فعالیت‌های مثبت اخیر این شرکت بهتون اطلاعاتی بدیم. ریپل و XRP رو نباید با هم اشتباه گرفت. XRP توکن بومی شبکه ریپل و سرمایه‌گذاری روی اون باعث سرمایه‌گذاری روی کل سیستم نمیشه. اما وقتی در مورد ریپل صحبت می‌کنیم منظورمون هم پلتفرم مالی اونه و هم ارز XRP. هدف این رمزارز اینه که به عنوان یک مکانیسم واسطه تبادلاتی بین دو ارز یا دو شبکه یه سری خدمات ارائه بده. XRP رتبه سوم ارزهای دیجیتال از نظر ارزش بازار رو هم توی کارنامه خودش داره، اما الان توی رتبه ششم هست. در حال حاضر این توکن با قیمتی حدود 37 سنت داره معامله میشه که نسبت به 24 ساعت گذشته در لحظه اعلام این گزارش 2.5% رشد داشته. ارزش بازار این توکن هم حدود 18 میلیارد دلاره. و اما شکوفایی و فعالیت‌های اخیر ریپل. به گزارش پلتفرم سنتیمنت، آدرس‌های فعال ریپل فقط در عرض 4 ساعت از 247 هزار آدرس هم بیشتر شده. این عدد بالاترین افزایش ثبت شده از فوریه سال 2020 و یک نقطه عطف مهم برای شبکه ریپل به حساب میاد. به علاوه توی چند وقت اخیر فعالیت‌های مؤثر و مثبتی برای شبکه ریپل و XRP گزارش شده. مثلا XRP این روزها داره توی جهان پذیرفته میشه. این شرکت اخیراً هم گفته که با قول پرداخت سنگاپور یعنی فوموپی شروع به همکاری کرده. علاوه بر همه اینها، با نزدیک شدن به روزهای آخر دعوای حقوقی بین ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار، خیلی از فعالان کریپتو منتظرند که این قول پرداخت بلاکچینی برنده شه. پیروزی ریپل توی این دعوای حقوقی میتونه پیامدهای مثبت زیادی برای توکن XRP داشته باشه. حتی گفته میشه که بعضی از صرافی‌های رمزارز توی ایالات متحده که به خاطر این دعوای قانونی مجبور به توقف معاملات XRP شده بودند،
قراره بعد از پیروزی شرکت ریپر توی دادگاه دوباره از این رمزارز پشتیبانی کنن. اونچه که معلومه اینه که ریپر داره به روزهای خوبش برمیگرده. امیدواریم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشین و اگر اینطور بوده برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک و حتما اون رو به دوستان علاقه‌مندتون معرفی کنین. و حالا بگین با توجه به مواردی که گفتیم شما آینده ی شرکت ریپل و رمزارز XRP رو چطور میبینین؟ لطفاً نظراتتون رو در بخش کامنت های ویدیو با ما به اشتراک بذارین. راستی اگر هنوز عضو چنلمون نشدین حتماً به چنل ما سابسکرایب و برای اطلاع از آپلود ویدیوهای جدیدمون زنگوله رو هم روشن کنین. وقتتون بخیر و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.